اون وقت بعد از امتحان فکر میکنید نمره خوب گرفتی، فکر میکنید، غافل از این چه حسابتون اشتباه بوده، ماخ میافتید به چرت و پر. معلم با ما بد بوده، سوالا سخت بوده، سوالا خارج از دروس بوده، ولی اینا بدونی مقصر خودتون هستین همیشه. یه مش غلط و غلوط و ورقا امتحانتون می نویسید و وقت فکر میکنید درست نوشته. مثلا این دانش آموز ایشون اعتراض داره که چرا نمره ریاضی گرفته است 5، در صورتی که همیشه نمره خوب می گرفته است. حالا برای اینکه من بدون ثابت کنم که معلم با دانش آموز دشمن نیست، مجی تو بیا بالا، بودو بده من دفتر دم برچلا. حالا من نمره ریاضی این دانش آموز رو به ترتیب برادون میخونم، گوش کنید. 1 0 2 5 4 یه شاهکار. دو مرتبه توجه کنید، 4 5 1 0 یه شاهکاری دیگه. خب میخوام ببینم شما خیلی تر از این شاگرد جای پیدا میکنی؟ این دانش آموزی کودن آوردست نمره ریاضیش ها 14، پس میبینین که سوال ساده بوده، سخت نبوده، معلمم بهش ارفاق نکردست به هیچ وقت. آقا جوزه بله، ما فکر کنیم شما میخواییم ما رو تشویق کنیم. 14 هم تشویق داره؟ برو برو بشیم اینو. شما مگه من اعتراض نداریم بفهم اون سریسا بفهم بفهم عجید چی؟ بفهم آقای جزه خونه آقا بخون انشا در برای چی کسی بیشتر از همه به مردم خدمت بکنه. همه میدانند که دکترها و پرستارها خیلی به مردم خدمت میکنند. همه میدانند که معلمها بچه‌ها را با سواد میکنند که در آینده کور و بی سواد نباشند. همه میدانند که سرباز، پاسبان، رفتگر چه خدمتهایی به مردم میکنند. اما اگر قدری فکر کنیم میبینیم کسانی در این اجتماع هستند که خیلی خدمت میکنند و هیچ کس هم به فکر آنها نیست و اسم از آنها نمیبرد. این افراد زحمتکش مرده‌شورها هستند. بخون. آری یک فرد مردشو خیلی زحمت می کشد اما کسی او را دوست ندارد. با اینکه همه ما بالاخره یک روز به مردشور احتیاج پیدا می کنیم اما هیچ کس با مردشور مهربان نیست و یک مردشور هر چقدر هم در کارش ماهر باشد و مرده های ما را خوب شستشو آقا اجازه میخوای نخونیم؟ بخون. از خراق و مردشور و زنش لیلا مردشور هم محله های ما هستن. این زن و شوهر آدم های خوب و نازنین هستن و دو تا دختر دارن که خیلی باوقار هستن اما هیچ کس به خواستگاری آنها نیامده چون هیچ کس نمیخواد پدر زنش مردشور باشد. البته خود مردشورها هم این چیزها را میدانند ولی به روی خودشان نمیآورند و باز هم به مرده های ما را خوب میشویند. پس آنها خیلی به اجتماع خدمت میکنند چون از کسی توقع ندارند، در صورتی که آنها میتوانند به طرفی این نوع مهربانی ها دور از چشم صاحب مرده به مرده لگد بزنم و موش به پک و پهلوی آقا اگه اجازه بدین دیگه نخون. آقا چرا؟ بخونین شما این شادوما به چام گوش میکنم. اگه نخون نمیشته که بخونیم بخون گوش میکنم به چام بخونیم همه چون بخونی؟
با نیشه زبان هم مرد شوها را آزار میدهیم و به آدمی که لباس بد بپوشد و قیافهش نامرتب باشد میگوییم مثل مرد شوها از در صورتی که همه از آقا همیشه لباسهای تمیز میپوشد. البته لباسهایش کهنه است ولی خیلی تمیز و مرتب است. مرد شوها در کمال صبر و حوصله و فداکاری و خوشرویی همه مردم را در هر شغل و مقامی که باشند. بدش به من من حالا با این کار مسخره بازی در میاری؟ آره آقا ما غلط کنیم آقا، فقط میخواستیم این شون آقا تازه باشه، آقا تقلیدی نباشه. مردشور ریخته دو ببرم که مردشور بیشتر از همه به مردم خدمت میکنه. آره چی این مزخرفاتو برات نوشته؟ آقا ما خودمون تو این شب همه به چهار راه نمایی میکنیم آقا. آقا ما ادبیاتمون خوبه. تو پدر مادرت مردشورن؟ نه آقا. تو فک و فامیله دون کسی رو مردشور داری؟ نه آقا. پس خودت میخوای مردشور بشی؟ نه آقا. آخه من میخوام بدونم تو آینده وقتی چه بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ آقا هرچی خدا بخواد، ولی خب خودمون دلمون میخواد آقا نویسنده بشی. بچم میخواد نویسنده بشی. قصه بنویسی؟ بدهی دستی مردی. وای به حال خواننده. آخه پسه تو نمیدونی یه نویسنده باید دارای روحی لطیف باشه؟ تو نمیدونی یه نویسنده همش باید از عشق و گل و جیاه و محبت حرف بزنه؟ آقا ما از محبت حرف زنیم آقا. محبت به مردشورا. آقا مردشورا آماده من دیگه. حرف نزن. اگه حرف بزنی میزنم تو سره. برشم کتابم میخونی؟ حتمنم کتابا صادق هدایت رو میخونی ها؟ نه آقا یه دونشو خونیم آقا تا نصفه دیم چیز حالمون نمیشه آقا دیگه نخونیم آقا. در ذهن میگن کتاباش برای سن و سالی ما خوب نی آقا. میگن خوب نیست ولی تو میخونی. اونست که همش از تابوت و نش و مرده و مردشور حرف میزنه. مردشون ریخته دو ببرن. آقا بشینیم دیگه. آقا شما چه میخوای نویسنده بشی؟ چه موقعی میشه فوش آورد تو قصه و داد دستی مردم؟ آقا فوش؟ آقا وقتی که میخوایم بگیم که آقا شخصیتی داستان آقا یه طبیعته است، بعد از زمانی اون آقا تو قصه آقا فوش بنویسیم. باریکلا. نه باریکلا. چطور فوشی؟ فوش که زیاد بد نباشه. مثلا آقا مثلا فوش که زیاد بد زشت نباشه دیگه آقا. نه بگو آقا جونی به چادون بزنیم ما بریم بشینیم آقا. شما اون فوشی چه میشه تو داستان نوشت و داد دستی مردمو بگو باید میشه. آقا من اصلاش فوش بلد نیستیم آقا. فوش بلد نیستیم. چه به چه خوبی، چه به چه نازنینی، چه به چه اصل و نسب داری. یا فوش بده گوساله. آقا گوساله؟ چی گوساله؟ بله آقا گوساله یه فوشیست که آقا نه زیاد زشته است، هم آبرومنده است، هم که آقا شخصیتی آدمی داستان رو به ما آقا نشون میده. یعنی من شخصیت گوساله؟ آقا نه به خدا ما با شما نبودیم آقا. اصلا ما منظورم شما نبود آقا. به چهار شایدن آقا ما به خدا اصلا منظورم
آقا زنگا بزنم چوب برده بیا سنم.